تلویزیون الجزیره در گزارشی از کنفرانس ایران، تهدیدهای هسته‌ای، تروریستی و نقض حقوق بشر در واشنگتن گفت رژیم ایران بزرگترین خطر برای جهان است و یک رژیم دیکتاتوری و تروریستی است. آهنگ تلاش این رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی سریعتر از آهنگ مجازات ها و گفتگوهاست. این چیزی است که مقامات پیشین آمریکا گفتند. برخی از آنان تا چند ماه قبل از نزدیکترین نزدیکان باراک اوباما بودند، مثل جیمز جونز، مشاور امنیت ملی، که تا اکتبر گذشته در این سمت بود. وی گفت چنین اتفاق نظری که الان میان آمریکاییان و کشورهای عربی و اروپایی در رابطه با رژیم ایران وجود دارد سابقه نداشته. شرکت کنندگان در این کنفرانس بر ضرورت خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست وزارت خارجه آمریکا به منظور تقویت صفوف اپوزیسیون در داخل و خارج جهت آمادگی برای آزادی ایران تأکید کردند. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی در دولت اوباما، تصریح کرد یک خواست و تمایل در جامعه جهانی در حال شکل گرفتن است. اگر رژیم ایران برخوردهایش منطبق بر قوانین بین المللی نباشد، عواقب این امر وخیم خواهد بود. طی 20 سال گذشته ما هیچگاه صف متحدی با کشورهای عربی و اروپایی مثل آنچه امروز وجود دارد نداشتیم. تام ریج، وزیر امنیت داخلی آمریکا در دوران بوش، تاکید کرد فکر نمی کنم که مجازات ها به تنهایی کافی باشد. ما باید مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خارج کنیم و از تلاش اپوزیسیون در داخل و خارج به منظور بی‌ثبات کردن رژیم ایران حمایت کنیم. الجزیره در پایان گزارش خود گفت چنین کنفرانس هایی از اهمیت زیادی برخوردار است، به ویژه اینکه معمولاً از آرای مقامات پیشین توسط دولت‌های آمریکا در صورت لزوم کمک گرفته می‌شود. همچنین این امر در رابطه با بررسی‌هایی که در انستیتوهای مطالعاتی آمریکا جریان دارد صدق می‌کند. با افزایش روبرشت فشارهای داخلی بر روی دولت آمریکا، برخی نگرانیشان را از اینکه گفتگو با رژیم ایران وعده انتخاباتی دیگری برای اوباما باشد پنهان نمی‌کنند، زیرا فایده ای نخواهد داشت. در این کنفرانس مقامات گفتند رژیم ایران اگر از فعالیت‌های اتمی خود دست بر ندارد با عواقب وخیمی مواجه خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن انتظار ندارد در گفتگوهایی که قدرت‌های بزرگ در استانبول با رژیم ایران در رابطه با برنامه اتمی انجام می‌دهند گشایشی صورت گیرد.